ریزش مردم در ایران برای حمایت از آنهایی که از سوی جمهوری اسلامی جانشان را از دست دادن، آنهایی که در حال حاضر منتظر حکم اعدام هستند و هزاران ظلم دیگری که جمهوری اسلامی بر سر مردم آورده. اینجا هم به مناسبت از تجلیل روز کریسمس مردم ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند و هر مناسبتی را برای رساندن پیامشان به جهان گرامی می‌دارند و استفاده می‌کنند از آن. اینجا مردم و معترضان از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهند که عملکرد قاطعانه در برابر جمهوری اسلامی داشته باشند، فشارها را بر علیه این گروه بیشتر بکنند و در سوی دیگر به مردم ترکیه و در کشوری که در آن زندگی می‌کنند پیام می‌رسانند و می‌خواهند به آنها بگویند که در ایران چی می‌گذره. اینجا تعداد زیادی از مردم، از زن و مرد گرفته تا پیر و جوان، کنار هم هستند و به این اعتراضات همچنان ادامه میدن. حتی برخی از ترک‌ها هم در این اعتراض سهم خودشان را گرفتن و در اینجا هستند. یکی از معترضان که از ترکیه هست و می‌خواهد برای ما بگوید که چقدر مهم است حضور و حمایت دیگر مردم به شمول مردم ترکیه از این انقلاب. من فکر می‌کنم خیلی مهمه. ببخشید فارسی زبان اصلی نیست ولی دلم با ایرانه، خودم استانبولیم و تنها نمیتونیم سکولاریته و چیز حفظ کنیم. ما مردم روشنفکران خاورمیانه، ترکیه، ایران، همه باید با هم باشیم برای حفظ سکولاریته و برای آزادی. کاهرولسون شریعت، یاشاسون لایکلیک، مرگ بر جمهوری اسلامی. عوض شدن رژیم به خاطر سالها جنایتی که کردن و ایران رو متلاشی کردن و ایران رو عملا از بین بردن. این سرزمین ایران متعلق به جوان هاست و همینطور ما هم متعلق به ملاها نیست. ما نمیتونیم افکارمون رو بدیم طبق قوانینی که اونها تعیین میکنن، قوانینی که در حال حاضر هیچ ارزش جایگاهی نداره و میخوان به زور این رو به جوانها و کلن به کل کشور تعمیم بدن. ما و همینطور جوانها زیر بار این قوانین ها دیگه نمیریم و این رژیم اصلاح بشه نیست، چون فرصت ها زیاد بهشون داده شد، تحمل زیاد کردن مردم، ولی متاسفانه اونها اصلا دیگه الان در یه شرایطی هستن که سر از پا نمیشناسن، در دیکتاتوری کامل هستن و واقعا دیگه غیر قابل تحمله. جز عوض شدن این رژیم هیچ خواسته دیگه ما نداریم، چون بعد از اون ما خودمون و جوانها خودشون تعیین میکنن که چجوری و چگونه زندگی کنن در این سرزمین. Thank you.